آدم خوبه دوست و دشمنش رو بشناسه. زندگی اونقدر طولانی نیست که از دوست دور بمونی، از دشمن دوری نکنی. ندونی کی به جون میخرد، کی به پشیزی میفروشد، کلات پس معرکه است. ماجرا پیچیده تر میشه وقتی یکی هم دوستت باشه هم دشمنت. بخندونت ولی حواس پرتت هم بکنه، تنهایی تو پر کنه ولی بیخوابت هم بکنه، ازش اطلاعات بگیری ولی بینش نه، بهت سرگرمی بده ولی دلخوشی نه، با خبرت کنه ولی آگاه نه. از این شمشیر دو لبه ها این روزا زیاده، تو تلویزیون ها، تو کامپیوتر ها، تو گوشی ها. یه چی بهت میدن چه شب کنی هزار تا ازت میگیرن. اگه جایی بابت چیزی که میگیری بهایی نمیدی، احتمالاً خودت داری خرید و فروش میشی. البته نه به عنوان یک کالای با ارزش، تو یه عددی، یه آماری. تحلیلت میکنن ببینن چی بیشتر میفروشه، چی بیشتر میگیره، کی بیشتر میمونه. جای سانسور انقدر دروغ میذارن جلو چشت حقیقت رو گم کنی. دست و پا تو زنجیر نمیکنن ولی به بردگی میگیرنت، بی این که بدونی، بی این که بفهمی. از تروریست میگن که در سال چند هزار تا کشته میده چون سیاست مدارا میخوان. از دیابت نمیگن که در سال چند میلیون کشته میده چون سرمایه دارا نمیخوان. بدترین اخبار تیتر میشن، بهترین اخبار شانس بیارن پاورقی. من نمیخوام تو این ماراتون ناامیدی دونده باشم، نمیخوام خوراک ذهنم خزعبلات باشه. من منوی خودمو دارم: شعر، کتاب، موسیقی، فیلم، پادکست.